چگونه میشه قدرت سیاسی رو از فساد دور کرد، فساد رو کنترل کرد، رژیم رو از فساد، افراد و خودکامگی نجات داد، و از سوی دیگر نقش فساد آیا در انحطاط یا فروریزی رژیم ها سهم داره یا نه؟ از بکنم شما یک سیاهی قابل توجه از فسادهایی که از سوی مسئولان درجه اول کشور اعلام می شود رو قرارت فرمودید آقای مفری. عرض کنم این رشته قطعا سر دراز داره و می دونید که پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس از ده ها هزار برگ پروندهش فراتر رفته، ولو که این در نزد از کنم مجلسیان و خودی ها میمونه، ولی هر از گاهی به علت اختلافاتی که در درون یه تصویه حسابایی که میگذاره برخی از اینها عنوان میشه. یکی از مواردی که باید در این زمینه توجه داشت این است که معمولا اعلام شدن موارد فساد نه برای پیگیری، نه برای رفع اون گرفتاری است، بلکه برای تصویه حساب بین جناح‌های مختلف. یعنی اگر چنین تصویه حسابی مطرح نشود، همین اطلاعی هم که شما و بنده داریم و مردم ازش باخبرند پدید نمیاد، نصیب اینها نمیشه. یعنی باید لاریجانی ها با احمدی نژاد دعواشون بشه که احمدی نژاد بیاد پرونده هایی رو باز بکنه و همینطوری اونها پرونده هایی رو در مورد دولت باز بکنن، و الا اینا هوای همدیگر رو همیشه دارن. مدعا برگردن بس به قضیه که موضوع چیست. ببینید فساد در به صورت اطلاق مطلق در تمام جهان وجود داره، ولی این درجاتی داره و عرض کنم محافل قدرت، مسئولان خودشون رو از این آلودگی ها دور نگه میدارن، برای اینکه در غیر این صورت منجر به سقوطشون میشه. استثناءن میشود که مثلا فلان نماینده مجلس یا فلان وزیر یک عرض کنم نمونه ای از فسادش برملاکه میشود، قضیه به داد و حال میکشه، به مطبوعات میکشه، به رادیو تلویزیون میکشه، و اون فرد ناگزیر یا باید عرض کنم تبرئه بشود، از سمتهای خود صرف نظر میکنه، استعفا میکنه و در اختیار قانون قرار میگیره. این مسئله در مورد کشورهایی که در اونجا آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها وجود داره. پس دولتایی که اصولا غرق در فسادند همه دولتایی هستند که در اونجا آزادی مطبوعات وجود نداره. این اولین شرطه برای اینکه این فسادها برملا نشه و بنا به علی دیگر معمولا زبان رسانه ها را کوتاه می کنند، رسانه ها را سعی می کنند خودی بکنند، سعی می کنند رسانه های خودی رو به انواع حیله ها آلوده بکنند تا خود اونها هم سهمی در این قضیه داشته باشند. به این ترتیب این اخبار، این جریان ها برملا نشود. ولی من چارچوب کلی قضیه رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید نظام هایی که در علوم سیاسی بهشون نظام های توتالیتر میگن و این شیوه توتالیتر های امروزین رو میگن توتالیتر های مدرن، عرض کنم در این زمینه قطعا مطالعات زیادی انجام گرفته و اخیرا هم یک صاحب نظر با مطالعه حدود 37 کشور، 37 نظام اینها رو با عنوان نظام های دیکتاتوری رقابتی از توتالیترها و رقاب و عرض کنم نظام های دیکتاتوری دیگر جدا کرده. ملاحظه بفرمایید در اینجا این بیان رو شاید به شکل زیبایی مهدی هاشمی بیان کرد در یه مصاحبه که در اروپا انجام داد. ایشون گفت ما در بین خودمون دموکراتیم، با دیگران دیکتاتوریم. این جمله خیلی دقیقه. اینها یه قرارمداری بین خودشون دارند که مثلا اون انتخاباتی رو که
با نظارت شورای نگهبان از مردم بیگانه می کنند، ولی بین خود در تقسیم قدرت، در تقسیم این مقام ها سر همدیگه قرار نیست کلاه بگذارن. در اون زمینه معمولا به اونجاست که وقتی که یکی پاشو درازتر میکنه دیگری افشا میکنه. در نتیجه عرض کنم در تمامی این نوع نظام ها در واقع افشاگری اونجا پدید میاد که تصفیه حسابی بین جناهای مختلف مطرحه، و الا چون اینا منافع مشترک دارن اینها رو مخفی نگه میدارن. اشاره بکنم به بیانی که آقای اسحاق جهانگیری گفتند، در برابر این همه افشاگری که شده و اطلاعاتی که بیرون دادن در واقع باور نکردنی و وحشتناک، برای که ارقام به صدها میلیارد دلار میرسه، ایشون تکمیلی فرمودن گفتن که مجموعه فسادهای افشا شده از 5% فسادهای واقع شده تجاوز نمی کند. شما وقتی این حساب بکنید، این ارقامی که گفته شده این رو به 20 ضرب بکنید، در واقع می رسید به بیانی که آقای اسحاق جهانگیری عنوان فرمودند. به این ترتیب نمونه ها فراوان است. من در مقاله که در همین بهار این امسال در رهاورد نوشتم، تو اونجا حدود 20 صفحه‌ای از نمونه های برجسته این قضیه رو به تحلیل گذاشتم. اونی که در مجلس گفته شده، اونی که در این ستاد مبارزه با فساد گفته شده، و اونی که در این فرمان های رهبری که از 1380 به این وقت که در واقع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رو تشکیل دادند، رهبری منظم امریه صادر میکنند، فرمان صادر میکنند. و عرض کنم در 3 سال پیش هم فرمان 8 ماده‌ای رو در این زمینه صادر فرمودند. دوباره همون کلیات، همون مسائل مطرح میشود، و ایشون همیشه عنوان میکنند که در این پیگیری مفاسد حتی به علقه و ارتباط افراد با شخص من هم توجه نکنید. به این ترتیب این بیانات گفته می شود، و شما اینها را وقتی در متن واقعیت قرار می دید، یعنی ملاحظه می فرمایید که در امپراتوری مالی رهبری که یکی از اونها فقط ستاد اجرایی فرمان امام باشه، که به گزارش رویترز 95 میلیارد دلار در زیر نگین اون قرار داره، در مورد هیچ کدوم از اینا حسابرسی انجام نمیگیره. نقل قولی رو من در اون مقاله از آقای رفسنجانی نقل کردم، ایشون وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود در مصاحبه اعلام میکنن که بنا بود رهبری به ما به اختیار داده بودن که به ثروت ایشان، ثروت زیر نظر ایشان رسیدگی بکنیم، ولی این مسئله در عمل با مشکل روبرو شد. در نتیجه ما بنا را بر این گذاشتیم که رسیدگی را محدود به این بکنیم که اون جمعی که در مجلس از علمای اعلام تشکیل شده به این مسئله رسیدگی میکنند، هر جا به مورد مشکل برخوردند با خود رهبری مطرح کنند و ایشان توضیح بدن. به این ترتیب ایشان اضافه میکنند، به این ترتیب کنترلی وجود نداره، بلکه گفتگو بین این هیئت و عرض کنم شخص رهبری، یعنی رهبری زمینه این که در بیرون این اعلامیه ها را صادر میکنند، وقتی به خودشون میرسند در این زمینه عرض کنم جلوی حتی کار آقای مجلس خبرگان و آقای رفسنجانی را که جزو خودی های خودشون هم هست میگیرند و اجازه رسیدگی رو نمیدن. ایشون همینطور بارها در این فرمان ها اشاره کردن که این شرکت های وابسته به رهبری، وابسته به نهادهای انقلابی، اینا باید مالیات بدن، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده رو بدن. در این هیچ کدوم از اینها عملی نشده، در واقع با تعارفی اینها برگزار می شود و هیچ وقت به اون مرحله نمی رسد. در نتیجه اخبار اینا هم درست نمی کنه. یه نکته عرض کنم دیگر رو در این زمینه اضافه بکنم، و اون این که این قضیه برای علمای سیاسی شناخته شده است که در کشورهای
توتالیتر، یعنی نظام هایی که با همه چیز کار دارن، همه چیز رو یکاسه میکنن، رابطه خصوصی و عمومی رو با هم مخلوط میکنن، در نتیجه مردم نزد اونها هیچ عرض کنم محفل خصوصی ندارن، همه چی در اختیار اونهاست. عرض کنم در این نظام ها در واقع دولت با استفاده از مکانیزم بودجه رانت رو بین خودی ها تقسیم میکنه. در واقع بودجه تبدیل میشود به مکانیزمی برای تقسیم رانت میان خودی ها، و اندکی هم قطعا جلوی مردم میندازن برای اینکه اونها رو خاموش کنن، در کنار سرکوبی که ازشون میکنن. به این ترتیب بودجه به عنوان اهرم رسمی توزیع رانت در این کشورها، در این نظام ها عمل میکند، و در پشت بودجه بسیاری از عوامل در ورای بودجه قرار میگیره. یعنی شما وقتی میبینید که حدود 40% از تولید ملی زیر نظر نهادهای مربوط به رهبری قرار داره، اینها طبیعی است که گزارشی به هیچ جا نمیدن، مالیاتی به هیچ جا نمیدن، و حرف اینا یعنی گزارش به صورت گزارش تمام شرکت ها در اختیار عموم قرار نمیگیره. در نتیجه طبیعی است در چنین جریانی فساد بین عرض کنم اینها تبدیل می شود به مکانیزمی برای تصرف ثروت عمومی که نزد اینها اسمش فساد نیست، بلکه مکانیزمی است عمدی برای اینکه حمایت خودی ها رو از این دستگاه حفظ بکنه. در نتیجه اونجا فساد تلقی می شود، دیگه کی بخواهد به سری دیگری کلاه بگذاره یا پا رو از گلیم خودش فراتر ببره، اونجاست که کار به افشاگری و تعقیب قضایی میکشه. یا برخی ها که زیادم خودی نیستند بلکه عوامل واسطه‌ای هستند، یعنی نظیر شهرام جزائری، یعنی نظیر این هفت اسمی که تا کنون لانسه شدن و مردم میدونن، عرض کنم بابک از عرض کنم سنجانی و نظایر اینها، اینا در واقع واسطه های این گروه های نیرومند هستند که انداختن جلو. اینا رو در فرانسه میگیم سوسیته اکران، یعنی سوسیته عرض کنم یا مجمع یا شرکتی که فقط به عنوان ویترین عمل میکنه. پشت این ویترین نیروهای واقعی و پولها و ثروتها به اون عده تعلق داره. اینا در این زمینه اگر موفق بشن حق وساطت میگیرن، اگر موفق نشدن اینها رو رسوا میکنن و دراز میکنن. این اصل قضیه است، برمیگردد به در واقع ساختار از کنم سیاسی نظام های توتالیتر جدید و توتالیتر هایی که رقابتی بین خودی ها هم دارند که در انتخابات قدرت ها را بین خودشون تقسیم کنند. همینان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو ملاحظه می فرمایید. این برنامه رو آقای بهروز مشکینیار کارگردانی می کنند، میهمان برنامه آقای دکتر حسن منصور هستند. آقای دکتر، با سپاس از شما، در ارتباط با نقش فساد هنوز یک پرسش دارم، و آن این است که آیا در تاریخ کشورهای به حال همه قاره ها، آیا فسادهای مالی نجومی توانسته است قدرت ها رو به لب پرتگاه بکشانه یا ساقط کنه؟ قطعا ببینید، اگرم مستقیم نه، به صورت غیر مستقیم بله، برای که این نوع نظام ها از مردم فاصله میگیرن. قانونمندی هایی که روی نظام توتالیتر مطالعه شده این است که نظام های توتالیتر که ایران نمونه بسیار تیپیک اون هست، به صورت یک جمعیت یک پارچه، توده یک پارچه به میون میان. یعنی اینا حمایت رو از اصناف نمیخوان، از حرفه ها نمیخوان، از معلمین نمیخوان، از روزنامه نگاران نمیخوان، از طبیبان نمیخوان، از کی میخوان؟ از توده بیشکی. یعنی کسانی که دوروبر آیت الله خمینی رو میگیرند، به اعتبار معلم به عنوان معلم حمایت نمی کنند، دانشجو به عنوان دانشجو حمایت نمی کنند،
کارگر به عنوان کارگر نمیاد، همه به عنوان توده میاد، یعنی توده بیشکل. این ویژگی حکومتای از کنم توتالیتر، هیتلر همینطوری بود، موسولینی همینطوری بود. از کنم اینا اصولا سازمانهای حرفه‌ای و صنفی رو سرکوب میکنند، اینها را از قید سازمانها و احزاب آزاد میکنند، در نتیجه تبدیل میکنند به دانه های گرد معلق در هوا که به هیچ جایی تعلق نداره. مجموعه اینها رو به عنوان توده مینامند و اینها رو حمایتشون جلب میکنند. این نخستین قدم. بعد از اون اینا پشتیبانی توده رو معمولا به صورت نبولا، یعنی به صورت همینطوری یک مجموعه بیشکل با خودشون سعی میکنن حفظ کنن. رفته رفته چون وعده هایی که دادند عملی نمیشه، تبدیل میشون، یعنی اون واقعیت اقلیت بودن خودشون هر روز بیشتر برملا میشه، میرسد به جایی که این بدنه توده رو رفته 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 از دست میدن. اینها رو معمولا تقسیم میکنن به سه مرحله. در مرحله اول اینها وقتی مثلا آیت الله خمینی یه فراخوان میدهد، 5 میلیون نفر میان به خیابون، یعنی اینا هم این 5 میلیون آزادن که 30 میلیون اعلام بکنن، 40 میلیون اعلام بکنن. ملزمه فهمید. قدم بعدی به تدریج کم میشه. این مرحله رو اتفاقا آیت الله خمینی خیلی سریع طی کرد، یعنی در سال دوم دیگر فراخوان ایشون قبل از آغاز جنگ حتی نمیتوانست بیش از 10-15 هزار نفر رو به خیابان بیاره. یعنی این مرحله نخستین به شدت طی شد و به سرعت طی شد، رسید به مرحله دومی که دیگر توان بسیج رو نداره. در اینجا عواملی نظیر جنگ مطرح میشه و آیت الله به دقت متوجه شد که جنگ نعمت است برای اینکه میتواند همین توده بیشکل رو بسیج بکنه. خب 8 سال با جنگ ادامه میده، در پرتو جنگ هم نیروهای دیگر رو سرکوب میکنه، انحصار قدرت رو به دست میگه. ولی تمامی حرفه‌ها به تدریج از پشت این رهبری خارج میشن، در نتیجه تعداد هواداران کم میشه. مرحله دوم. در مرحله سوم این نظام‌ها دیگر علاقه‌ای به بیرون آمدن توده و مشارکتشون ندارن. ملاحظه فرمایید در دوره اصلاحات آقای خاتمی، حزب مشارکت از نفع، این مرحله در واقع مرحله میانی این نظام بود، اونجایی که گروهی از این حاکمیت دم از مشارکت میزنن، میخوان مشارکت مردمی رو داشته باشن، گروه دیگری با مشارکت مخالفن، برای اینکه میدونن اگر این مردم بیان به میدون اینا رو نخواهند خواست. ولی از این مرحله که مرحله سوم برسیم، اونجا میدونن که در اقلیت مطلقن، در نتیجه به مشارکت نیازی ندارن، به جای مشارکت تکیهشون به نیروهای صرفاً خودیست، یعنی حزب الله بسیج شده، یعنی نیروهای لباس شخصی، یعنی اون چیزی که سردار همدانی اعلام کرد که 5000 چاقوکش غم به دست رو بسیج کردن و اینا رو بردن به خیابون برای سرکوب مردم در 1188، به این مرحله میرسه. در این مرحله در واقع اینا با شرکت وسیع مردم در انتخابات نیز مسئله دارن، در نتیجه میخواهن از یک سو انتخابات کنترل شده باشه کاملا، از سوی دیگر از حضور جمع در این میدان ها نگرانن، مگر اینکه از دستشون در بره، به طور که در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری تا حدودی از دستشون در رفت. کاندیداهایی که آورده بودند از سوی اسکنم دم و دستگاه، اینا بیش از 2.5 میلیون رای نیوردن و این طرفی که یه پاش در اصلاحات چیا بود تونست با تقریبا 16 میلیون رای انتخاب بشود. دوباره همون مسئله هست، یعنی تقسیم قدرت بین خودی ها، منتها بخش نامطلوبتر خودی ها قدرت رو به دست میگیره، که این حادثه در ایران دوباره اتفاق افتاده و الان به این ترتیب ملاحظه بفرمایید این مکانیزم قدرت است که الان حکومت و نظام ایران در مرحله است که به کمترین نیروها تکیه داره در ایران، یعنی خودشون مستثرن به این و میدانن که حد اکثر با اونایی که پول میگیرن، مقام دارن، حقوق دارن، بیش از 10% جمعیت رو ندارن با خودشون. در نتیجه از این که کل جمعیت ایران
برای هر عنوانی بسیج بشه و بیاد به میدون یا در انتخابات به صورت عرض کنم فعال شرکت بکنه نگرانه. طبیعی است این ایزوله شدن اینها رو طبیعی است که به سقوط میکشون، ولی چون راه های گذار رو هم میبندند، اینها در شرایط استثنایی با پدید آمدن شرایطی در داخل یا در خارج طبیعی است که در لب پرتگاه قرار میگرند و سقوط میکنند. با سپاس از جناب آقای دکتر منصور. آقای دکتر منصور، آقای زنگنه وزیر نفت گفته است که درها برای شرکت‌های آمریکایی باز است. او گفته که شرکت‌های آمریکایی از طرف دولت خودشان چراغ سبز دریافت نکردند، اما از طرف ایران درها برای شرکت‌های آمریکایی باز است. بیژن نامدار زنگنه در حاشیه همایش راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده در زمینه اقتصادی با امریکایی ها کار نخواهد شد، گفت برداشتی که شده درست نیست و ما برای شرکت های آمریکایی اگر مایل به کار در صنعت نفت ایران باشند مشکلی نداریم. بعد زنگنه گفت که افراد فاسدی که در دوران تحریم نفت خریدند و نفت می فروختند اکنون تخصصشون در این زمینه ها بیشتر شده و تعدادشون بسیار بالاتر رفته است. وزیر نفت افزود ما از شما می خواهیم که مستقیم با خود ما کار کنید، زیرا کار فاسد باعث بی‌اعتباری شما می شود و گرفتاری کیفری پیدا خواهید کرد. آیدی تو چگونه است که وزیر نفت خواستار شرکت، یعنی شرکت شرکت‌های آمریکایی در نفت ایرانه، ولی آقای خامنه‌ای در اون نامه نه ماده‌ایش میگوید اصلا اجناس مصرفی هم از امریکا خریداری نکنید. بله. بله. فیزت و نقیزها باز هم برمیگرده به اون جنگ و ستیز جناح‌ها. خب یه چیزای شخصی رو هم باید اضافه کرد در این زمینه. یعنی موازی که آقای خامنه‌ای در مسئله مذاکرات هست گرفتن، از یک سو تمام، از یک سو ایشون خودشون ابتکار آغاز مذاکرات رو داشتن 4 سال پیش، دو سال پیش از آن که دولت روحانی بر سر کار بود. از سوی دیگر تمام جزئیات رو با تصویب خودشون به تایید این جمع رسوندن. یعنی اینا به گفته خودشون حتی وسط روز، وسط مذاکرات ارتباط با بیت رهبری گرفتن و فرامین و دستورها و دستور عملها رو از اونا اتخاذ کردن. در نتیجه در تمام جزئیات خود نظر رهبری بوده که در اونجا وارد شده و اینا از خودشون هیچ گونه قدرت و ابتکاری نشون ندادن، جز این که عرض کنم با پیگیری تمام این منویات رهبری رو با بهترین، به هر قیمتی، با قیمت ها در قبول عرض کنم فشارها و تحت عرض کنم توهین ها به خودشون، برای اینکه اینا در موضعی قرار داشتن که سخنان طرف برای اینا در واقع اعلام این بود که ما به شما اعتماد نداریم. هر چی اینا گفتن طرف ها میگفتن که خب چگونه ما این رو باید تحقیق کنیم، چگونه باید برسیم به این که ثابت بشه وقت گفتتون درستی. در نتیجه در موضعی قرار داشتن که عملا بهشون میگفت که بیانات شما برای ما اعتباری نداره. به این دلیل اینا موضوع رو پیش بردند و به این توافق رسوندن. از وقتی که به توافق رسید رهبری در ایران موازش رو تغییر داد. در واقع خود اینها باید، یعنی هیئت مذاکره کننده، بیشترین رنج رو از این موازه رهبری باید برده باشن، برای اینکه تمامی اینها
از یک سو ازشون دستور گرفتن، از سوی دیگر متوجه شدن که رهبری میخواهد تمامی امتیازات رو خودش قبضه کنه و تمامی ایرادهای ممکنی که از سوی هواداران خودش حوالی این هیئت میشود متوجه اینا بکنه. در نتیجه پس از این کشاورز خب مجلسیان هم باور کردن که الان اختیاری دارن و چون رهبر حواله کرده به مجلس، اونام در حدود 200 پیام درست کردن که اینها رو باید عرض کنم اعمال بکنید به دولت. ولی به روزی که رسید، در اون روز رهبری با دخالت مستقیم از طریق نماینده خودشون با دیدار رئیس مجلس در واقع آب پاک به دست تمامی اینها ریخت و گفت که اینا هیچ کدوم لازم نیست، تصویب بکنید. دوباره تصویب، بعد از تصویب شدن نوبت صدور این از کنم فرمان یا بیانیه 9 ماده ایشون رسید که واقعا جای خوندن داره. اما حالا از اینجا برگردم به این، در همون جا گفته شده است که با شرکت های آمریکایی، آمریکا غیر قابل اعتماد است، باید نگران بود از نرفا، و گفته است که از آمریکا بعد از ما هر گونه مذاکره با آمریکا ممنوع، در حالی که ایران با آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در بسیاری از موارد مورد گفتگوست، حتی در موارد نظامی مورد گفتگوست. عرض کنم و بعد گفتن که مواد مصرفی از آمریکا نخرید، در حالی که گندم مورد استفاده مردم مقدار بیشتری مقدارش از آمریکا میاد. منظورش مواد مصرفی معلوم نیست چیست، لابد مثلا میگوید که مکدونالد در ایران باز نشود که در واقع به عنوان مثل پرچم آمریکاست. اما در مورد عرض کنم این بیانات وزارت نفت، خب اینا متوجه هستند و سیاستشان همین که پای آمریکایی رو درگیر بکنن، برای اینکه بدون ورود آمریکا به عرصه نفت ایران هم به لحاظ رقابتی این بازار بازار ناقصی خواهد بود، هم به لحاظ تکنولوژی و قدرت و عرض کنم تسری در تمام جهان. به این ترتیب اینا علاقمندن حتما شرکت های آمریکایی شرکت بکنن، ولی موانعی هم در سوی آمریکا وجود داره هم در سوی ایران وجود داره. در سوی ایران رد کردنش البته با همین کلاهشری درست کردن هاست. مثلا خود قانون اساسی مخالف شرکت سرمایه گذاری های خارجی است، اعم از آمریکا و غیر آمریکا. در مورد آمریکا قطعا مخالف سرمایه گذاری اون هست، ولی سر این قضیه میخوان یک کلاهشری بگذارن و بگویم که شرکت خارجی که در ایران سرمایه گذاری میکنند، شرکتی در ایران تأسیس میکنند، اون شرکت ایرانی است که برای اونها تجارت میکنه، در چه شرکت خارجی وارد نشد. با این عرض کنم کلاهشری بسیار ارزان قیمت میخواهم این موضوع رو دور بزن. راه دوم این است که اینا بیان با ایرانی ها شریک بشوند در ایران، یعنی جوینت ونچر درست کنند. عرض کنم اینم پیشنهادی است از سوی ایران. راه سوم عرض کنم تعدیل قراردادهایی است که قبلا داشتن، قراردادهای به متقابل که مورد اقبال جامعه نفتی جهان نبود، در این حال که برای ایران هم خوب نبود، بسیار از مواردش مضر بود. عرض کنم وزارت نفت هنوز نسخه قرارداد آخرش اعلام نکرده که ماها بدونیم که در اونجا چگونه است، ولی بارها گفتن که اینو در نزد محافل نفتی شرکت ها قرار دادن با نوع جدیدی از قراردادها، عنوانش هم از عرض کنم New Petroleum Contracts. در نتیجه با این قراردادهای جدید میخواهن این را جلب بکنن. در مورد موانعی که در سوی آمریکا قرار داره، اونجا آقای اوباما تلاش میکند اینا را هر چه سریعتر بلکه بتونه موانع رو برطرف بکنیم، از جمله عرض کنم برقی فرامین فرمانه اجرایی و نیز مقرراتی که سرمایه گذاری در صنایع نفت رو ممنوع کرده، برخی ها که جز فرمانه اجرایی است آقای اوباما میتواند برطرف بکنه، ولی قوانین که از کنگره گذشته ناگزیر باید پس از طی تمامی این شرط تشریفات از سوی خود کنگره لغو بشود، ولی به هر صورت دست به کارش هستن که بتونن این را برطرف بکنن. ممنونم آقای دکتر. توی یک دو هفته اخیر
بحث درباره نامه چهار وزیر کابینه آقای روحانی خطاب به آقای روحانی مطرح بود. انگیزه نگارش این نامه چه بوده؟ آیا نگرانی بوده، دلواپسی بوده، یا این هم یک برنامه سیاسی بوده؟ عرض کنم که ولی به نظر من که بسیار دوستان هم با این نظر موافقم، این نامه با هماهنگی خود آقای روحانی نوشته شده، یعنی با نظر ایشون درج شده. درش مخاطب این نامه آقای روحانی نیست، بلکه آقای خامنه ای و هواداران ایشون. در نتیجه از این مسئله بگذاریم، خب این حکایت از مسائل بسیار جدی داره که واقعا در عرصه اقتصاد ایران حالت حاد به خودش میگیره، یعنی سیل ورشکستگی های پیاپی، بیکاری های مدام در ایران افزایش گرفته و هر روزی نیست که شما خبر از تعطیلی چندین کارخانه و بیکار شدن چندین صد احیانا هزار کارگر نداشته باشید. در نتیجه نظیر کارهایی که در زمان آقای احمدی نژاد طی یک سال عرض کنم فعالیت شرکت ها بین 30-40% فروکش کرد. در نتیجه ایشون متوسل میشد به جعل آماری و اینها رو مکتوم نگه میداشت، نمیگفت، خلافش رو میگفت. یعنی در همون شرایطی که به اذعان دولت بعدی ایشون رشد منفی 6% داشت، ایشون در مجلس رشد مثبت 6% رو اعلام کرد. در همون شرایطی که دولت بعد 43.5% تورم اعلام کرد، ایشون تورم 9% اعلام میکرد. به این ترتیب این جعل آمار راه هم مفر ایشان بود. دولت جدید در زمینه جعل آمار اندکی فروکش کرده و به ویژه در آغاز برخی آمار که داد، اینا چون اینا اگر نه اعلام نمی کرد پای خودش می گرفت، اینا به واقعیت نزدیکتر بودن عرض کنم. ولی بعد امروز وقتی دولت هنوز مثلا روی تورم 15-16% باقی مونده، این با نمونه هایی که ما در دست داریم نمیخونه و به نظر من قطعا تورم بالای 20%+ همین امروز، ولی که دولت این رو بسیار کم در اعلام میکنه. مسائلی که در اقتصاد ایران وجود داره الان چون به مرحله واقعا بحرانی رسیده، باید داشت چاره بشه. منتها در این تلاش کردن نکته رو خلاصه بکنم، مسئله بسیار اساسی است و اون این که دولت ظاهراً راه حل رو در چارچوب سیاست پولی میدونه و فراتر از اون نه صحبتش کرده نه قدمی گذاشته. سیاست پولی به این اعتبار که نخست اومدن برای کنترل تورم سعی کردن از صدور نقدینگی بکاهند، در نتیجه پول در گردش رو اندکش سرعت افزایشش رو کاستن، کمترش کردن. خب طبیعی است که این به رکود احیانا دامن میزند و قیمت ها رو پایین میاره، در چه تورم رو، قیمت ها رو، رشد قیمت ها رو کم میکنه. در نتیجه تورم از اون 43-44% به حدود 20-22% رسید. ولی امروز به نظر میرسد که دولت میخواهد این دستاورد مختصر خودش رو بندازه بیرون و برگرده به سیاست ایجاد نقدینگی، برای اینکه اون بسته سیاستی که بعد از این نامه چهار وزیر اعلام شده، در اونجا من هیچ چیزی نمیبینم جز افزایش نقدینگی. گفتن که از خانم مقدار سپرده بانکی بانکهای بازرگانی نزد بانک مرکزی کاهش پیدا بکنه، یعنی نقدینگی بیشتر بشود. گفتن که بهره بانکی موجود، یعنی سود بانکی زیاده، باید کاهش پیدا بکنه، یعنی پول باید ارزونتر بشه. مجموعه این اقدامات به افزایش نقدینگی می انجامد و اون در واقع تورم رو در ماه‌ها و سال آینده به شدت افزایش خواهد داد. به این ترتیب هیچ کدوم از اینا راه نیست، بلکه دولت در واقع داره در این زمینه عقب نشینی میکند در برابر جنایی که احساس میکند با این رکود دچار زیاندهی شده است. عنایت میفرمید؟ ولی اون راه سوم چیست؟
راه سومی که من از همون اولین روزی که اینا عرض کنم شروع کردن به دادن بسته سیاستی نوشتم که راه رکود تورمی از سیاست پولی نمیگذره. سیاست پولی یکی از اهرم هاست، در کنار آن سیاست مهندسی ساختاری باید انجام بگیره. یعنی ساختار بیمار اگر به صورت مهندسی دگرگون نشه، انحصارات دولتی و سپاهی اگر دگرگون نشه، بازار اگر به صورت رقابتی در نیاد، فضای کسب و کار اگر عادلانه و راحت و آسون نشه، اگر مالیات تجمیع نشه، عوارض تجمیع نشه، یعنی کسی که عوارض میپردازه بدونه برای یک مرجع باید عارضه بپردازه، نه برای 28 مقام و گردن کلفتی که بیان سرمایه گذار گوشه بگیرن از او عوارض طلب کنن. و بدون این اصلاحات سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام نخواهد گرفت، و بدون سرمایه گذاری خارجی در ایران بیکاری درمان نخواهد شد. به این ترتیب دولت ناگزیر است که دست به این مهندسی ساختاری بزند. ولی شگفت‌انگیز است که بعد از 2.5 سال حتی سخنی از این موضوع در میان نیست. آقای دکتر هادی حق‌شناس، دکتر هادی حق‌شناس یکی از اقتصاددانان در ایران، میگوید اقتصاد ایران نیازمند جراحی سخت اقتصادی و تغییر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و سهم بیشتر مردم در اقتصاد است. با تعریف ایشون شما موافقین؟ بله قربان. بنده که ایشون رو متاسفانه نمیشناسم، ولی بیانشون کاملا درسته در این چارچوب. منتها باید اینا مشخص باشه به این معنی که امروز گفتن این که مسئله اقتصاد ایران ساختاری است سرزبون است. گفتن این که تغییرات ساختاری نیاز من با عنوان مهندسی عنوان کردم، هر دو اصطلاح به کار بره، جراحی ساختاری یا مهندسی ساختاری، این باید مشخص بشه به چه وسیله‌ای، در چه چارچوب زمانی، کدام نهادها، در چه در عمل باید ببینیم مضمون آن چیزی که ما می‌خوایم دگرگون بشود و بدون دگرگونی‌ها اقتصاد ایران سر پای خودش قرار نخواهد گرفت. اینا رو باید مشخص کرد. در یک برای مشاوران اقتصادی و دولت به این نکته توجه دارند، ولی همیشه از وارد شدن در جزئیات مشخص پرهیز کردند و گفتن که برنامه‌ای که ما اعلام می‌کنیم برنامه کوتاه مدته، در دراز مدت مسائل دیگری وجود داره، یعنی مسائل ساختاری و جراحی در این ساختارها. عرض کنم برای اون تمهید مقدماتی لازمه، یعنی شما بدون یک بازار پولی و یک بازار سرمایه حتی دست به خصوصی سازی نمیتونید بزنید. عنایت بفرمایید، برای خصوصی سازی ما نیازمند یه بازار سرمایه‌ای هستیم که در انحصار دولت نباشه، در انحصار سپاهی‌ها نباشه، بلکه اون بازار بتواند به صورت رقابتی قیمت‌ها رو تشکیل بده، از جمله قیمت پول رو، یعنی سود بانکی در بازار تعیین بشود. به ازای این سود بانکی رقابتی در بازار است که ما میتوانیم روی شرکت‌های دولتی و سپاهی و غیران قیمت گذاری کنیم. در غیر این صورت با فاجعه روبرو هستیم. به این ترتیب دولت که قصد آزادسازی اقتصادی رو داره، در قدم دوم خصوصی سازی رو داره، در صدد اصلاح نظام بانکی یک و نظام سرمایه‌ای یعنی بورس باید باشه. در این زمینه ما حتی برنامه اعلام شده از سوی دولت تا کنون نداریم. ملاحظه بفرمایید، بانک‌ها در یک وضعیت بسیار دشواری گرفتارن. از یک سو ما یک نظام بانکی داریم، نظام بانکی از کنم بازرگانی تجارتی، در کنار آن یک نظام غیر بانکی اعتباری داریم که حدود 300,000 میلیارد تومان نقدینگی رو در تصرف خودشون دارن، ولی اینا چون بانک نیستن بلکه مؤسسات غیر بانکی هستن، اینا تابع مقررات بانک مرکزی نیستن.
در نتیجه می توانند نقدینگی پدید بیارند، پول مردم رو جمع بکنند، وام بدهند، روی سطح قیمت ها مؤثر واقع بشوند، ولی مشمول حکم بانک مرکزی نیستند که از پسندازهای خودشون مقداری رو به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارن و دیگر مقررات. به این ترتیب این اولین مشکل نظام بانکی است. مشکل دوم این است که همین نظام بانکی حدود 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب کاره، حدود 150 هزار میلیارد تومان پولش معوق در نزد گردن کلفتایی است که پس نمیدند، مجموعاً حدود 300 هزار میلیارد تومان پول بانکی منجمد شده از حرکت نمی کنه، درچه توان وام دادن نداره. این در مورد بانک. برای این دولت اول باید تعیین بکند که چگونه می خواهد. در این زمینه حرفایی می زنن، ولی متدی که پیشنهاد کردن به نظر من عملی نیست. دولت باید بدهی خودشو به این بانک ها تادیه بکنه و بعد از اون قدم دوم که میتواند همزمان انجام بگیره اصلاح بازار سرمایه یا بورس. بعد از اصلاح این هاست که میشود دم از کنم خصوصی سازی زد. های دکتر 3-4 دقیقه وقت داریم. خانم فرزانه روستایی که در باب زنان مقاله می نویسند، مقاله جدیدشون عنوانش هست بر امام حسین بگرییم یا بر مردم ایران، با این همه فحشا، بیکاری، گرانی و فساد که پیکره رژیم رو در بر گرفته، آیا باید به حسین بگرییم یا با این مردم ایران؟ بله، جوابشون در همون عنوان مقالهش وجود داره. عرض کنم خب ببینید، وزیر مسئول در ایران اعلام میکند که تعداد معتادان به 1,300,000 نفر رسیده. از این معتادان 100,000 نفر کف خیابونی هست، یعنی تو خیابون افتادن و در واقع در انتظار مرگشون هم. عرض کنم بعد آماری که از ترکیب این معتادان دادن، حدود 70% اینان تحصیلات بالای دیپلم دارن این معتاد. به نظر اینا، یعنی شما این تصویر ببینید، جامعه در حال متلاشی شدن و علت این که طغیان نمی کنه، عرض کنم انفراد، پراکندگی و سرکوب بسیار شدید، و در کنار اون سرکوب فیزیکی، سرکوب معنوی، یعنی خرافاتی که مرتب شبانه روز به سجار زد تو گوش اینا خونده می شود. این ترتیب به این زور نگه می دارم، ولی جامعه از نظر فحشا، از نظر اعتیاد، از نظر تعداد زندانیان، از نظر تعداد اعدام، جامعه از نظر فقری که وحشتناکه، خط فقری که از کنم گفتگو می شود در ایران، ایران وضعیت فوق العاده است. های دکتر بسیار بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. اگر موافق باشید باز هم مزاحمتون خواهیم شد. موفق باشید در تحقیقات اقتصادی و سیاسیتون. خیلی ممنونم ازتون. ممنونم ممنون از همیهنان گرامی.